اگه تا حالا کتاب شازده کوچولو رو خونده باشید، حتما میدونید که آنتوان دو سنت اگزوپری توی یه قسمتی از کتابش میگه آدم ها فکر میکنن اگه دوباره متولد بشن میتونن یه جور دیگه ای زندگی کنن، شاد، خوشبخت و کم اشتباه. اونا فکر میکنن میتونن دوباره زندگیشون رو از نو بسازن، یه زندگی کامل و بدون نقص. اما این حقیقت نداره. اگه ما آدم ساختنیم میتونیم از اینجا به بعد زندگیمونو بسازیم. حالا وقت ساختنه. ما درست وسط تئاتر زندگیمون هستیم و تو این پرده از تئاتر شخصیت منفی داستان کرونا اومده و ما نمیتونیم بگیم کات از اول شروع میکنیم، چون توی تئاتر نمیشه بازی رو از اول شروع کرد. مثل فیلم نیست، فقط باید بقیهش رو بهتر بازی کنیم. حالا که قرار نیست این شخصیت منفی به این زودی از قصه‌مون جدا بشه، خوبه که باهاش کنار بیاییم. نباید هدفهای زندگیمونو به خاطرش فراموش کنیم. از اونجایی که یادگیری یه زبان دیگه از هدفهای بزرگ آدم ها محسوب میشه و ما هم برای رسیدن بهش کلی وقت و انرژی صرف کردیم، بهتره که از اینجا به بعد مسیر رو یه جور دیگه ای طی کنیم. حالا برای ادامه مسیر توی ترم تابستان 1 ما دو جور سناریو براتون طراحی کردیم تا به هر شکلی که خودتون علاقه دارید توی کلاس ها شرکت کنید. سناریوی اول برگزاری کلاس ها به صورت حضوریه. کلاس هایی که با شرط رعایت اصول بهداشتی از جمله داشتن ماسک و دستکش و رعایت فاصله گذاری اجتماعی برای شما عزیزان برگزار میشه. سناریوی دوم برگزاری کلاس‌ها به صورت مجازیه. توی پلتفرم اختصاصی آیزی که کلاس‌ها به صورت آنلاین برگزار میشن. این پلتفرم فضای متفاوتی نسبت به سایر اپلیکیشن‌ها مثل واتساپ و تلگرام داره و به شما این امکان رو میده که به صورت تصویری با معلمتون ارتباط بگیرید، توی بحث‌های گروهی شرکت کنید و سوالای خودتون رو مطرح کنید. خلاصه که این پلتفرم فضایی رو فراهم میکنه تا بتونید هرچه بهتر آموزشتون رو دنبال کنید. یه کسی یه جایی میگفت تنها دو روز تو سال هست که هیچ کاری نمیتونی کنی. یکی دیروز و یکی فردا. پس باید امروز تلاش کنی تا فردا تو بسازی. برای ساختن فردایی بهتر میتونید روی ما حساب کنید.